أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نیل به تدریج در حال خشک شدن است. یعنی ممکن است نیل مقدس روزی خشک شود؟ بانو، بانو، چه شده؟ چه میخواهید؟ ما را ببخشید بانو، در قصد چیزی برای خوردن یافت نمی شود. شنیدم به نیازمندان گندم رایگان می دهند. ما نیازمند نیستیم؟ نه بانو، مأمورین هنگام سرشماری صاحب این خانه و اهالیان را از نیازمندان محسوب نکردند. در این صورت گندمی به ما تعلق نمی گیرد. چاره چیست؟ به محل سیلوها مراجعه کنید، شاید توانستید گندم تهیه کنید. من و تاما می رویم، شاید توانستیم گندم بگیریم. اگرچه من امیدی ندارم، اما باید کاری کرد. بگذارید، بگذارید هویا هم با شما بیاید. من و باغبان نزد بانو خواهم ماند. آری، قصر را نباید خالی گذاشت. برویم چند کیسه با خود برداریم و به سوی سیلوها حرکت کنیم. برویم. باید اقرار کنیم. یوز آسوف از برشان یک ضعیف و بیاز من بسیار مفرد. باید اقرار کنیم که یوز آسوف در جذب افشار ضعیف و نیازمند بسیار موفق است. او به خوبی بر اوضاع مسلط است و همه امور را تحت کنترل خود دارد، نه فقط در اقشار ضعیف، که او در بین مسئولین حکومت از سد تا ذیل هم نفوذ و اقتدار خود را گسترش داده است. این بسیار نگران کننده است. او بدون کوچکترین اقدام نظامی یا برخورد خشونت‌آمیز همه مخالفین خود را از میدان بدر کرده است. ببینی چگونه دست ما را از قصر آخراتون کوتاه کرده و ما را درون معبد محصور کرده است. ببینی چگونه بانوتی را منزوی و گوشگیر کرده است و بسیاری از مردم را از معبد. من فکر میکنم که حقیقتی بزرگتر از اینها وجود دارد که ما از مطرح کردنش ایمناکی.
یوزارسیف توانسته قشر پایین مصر را به خداوند یکتا نزدیک کند و این ننگ بزرگی برای کاهنان معبد آمون و خدایان مصر است. و بر همه این ننگ ها بیفزاییم ننگ کمبود گندم را. سال اول را سپری کردیم و ذخیره گندم هم به پایان رسید. سال دوم و سالهای بعد را چه میکنیم؟ کاهنان معبد آمون همه در ناز و نعمت بزرگ شدند. گرسنگی و کمبود گندم را تحمل نمی کنند. ما مجبوریم گندم خریداری کنیم. ای آمون بزرگ، ای آمون بزرگ، در مبارزه با یوزارسیف خدمت گزاران معبد خود و کاهنان را یاری کن. هر کل گندم یک دبه. سی دبه. نفرمان. به نفرمان سی کل برو. نفر بعد هر کل گندم سه دبه. سه دبه؟ سه دبه؟ سه دبه؟ برای مردم عادی یک دبه، بعضی هم رایگان، ولی برای معبد سه دبه؟ این یعنی چه؟ هزینه مبارزه با قحطی و گرسنگی باید از کجا تامین شود؟ از کیسه‌های نیازمندان یا از جیب اغنیا؟ تو معبد رو چون دیگر اغنیا میدانی؟ از شما هم چون دیگر مردم میگیریم، منتها به قیمت دیگر اغنیا. اگر آمون غنی است به شما چه ارتباطی دارد؟ شما باید به اهالی معبد ارزانتر گندم بدهید نه گرانتر. شما هرچه دارید از آمون است. آری ما هرچه داریم از برکت وجود یزارسی و خدای اوست. نه آمون، آمون حتی شکم کائنان خود را نمیتواند سیر کند. برای 3000 نفر از افراد معبد 9000 دبن باید بپردازیم. شما حسابگر خوبی هستید جناب کیمونی. معبد چنین بهایی را نمیپردازد و تسلیم زورگویی های یوزارسیف نمیشود. برویم. نفر بعد چه شد؟ پس چرا جلو نمی آیی؟ اینها رو می شناسی؟ نمی شناسی. نام من نشان هویا هستم، فرزند هرددف. تیامنی هستم، فرزند بینگی. تاما، فرزند پباتما. نام شما در لیست نیست. شما یا برده اید یا تحت تکفل دیگری می باشید. بله همینطور است. ما از خدمتکاران قصر پوتیفار و بانو زلیخا هستیم. ما معذوریم. سهم شما را فقط میتواند ارباب شما بگیرد، به خود شما نمیدهیم. ارباب ما هم از نیازمندان است، وگرنه ما را اینجا نمیفرستاد. همین یک بار را گندم بدهید، قول میدهیم دیگر مراجعه نکنیم. این قانون یوزارسیف است. اگر ارباب شما ندارد که شما را سیر کند، چرا آزادتان نمیکند؟ نیازمندان آزاده تحت تکفل حکومت هستند و نیازمندان برده تحت تکفل اربابشان. یا اربابتان برای گرفتن گندم بیاید یا شما را آزاد کند که خودتان بتوانید گندم رایگان بگیرید. اگر آزاد باشید به ما گندم میدهید؟ اگر حکم آزادی داشته باشید دارید. آن وقت برده حکومت میشوید. حکومت موظف است شکم شما را سیر کند. بایستید.
بار قدر گندم رایگان به شما میدم، اما دفعه بعد یا با ارما یا با برگاز. خداوند شما و یوزارسیف را در پناه خود حفظ کند. هر کدام 10 کیل گندم رایگان بدهید. بروید نفر بعد. مردم دیگر آن ایمان سابق را نسبت به آمون ندارند. می‌بینم که دست از پا درازتر بازگشته اید. یوزارسیف دستور داده از ثروتمندان و کاهنان 3 برابر قیمت دبن دریافت کنند. در میان مردم تحقیر شدیم، آنها به ما خندیدند. چه کسی باور میکرد روزی گندم با ارزشتر از طلا شود؟ سلاح برنده و کارآمدی در دست یوزارسیف است. منم اگر جای او بودم لحظه‌ای به دشمن امان نمی‌دادم. از این فرصت حتی اکثر استفاده را می کردم. حال چه باید کرد؟ 1000 نفر اهالی معبد نان می خواهند. جنگ است و در جنگ باید شگردهای مختلف را به کار برد. اینک سلطه با یوزارسیف است، باید با او کنار آمد. ولی ما نباید شکست را بپذیریم. یوزارسیف همین را می خواهد. اگر سلاح زبان کارگر نشد، بلجبار از سلاح شمشیر بهره خواهیم گرفت. ما باید به قصر اخلاقتون برویم و با او در مورد قحطی صحبت کنیم و از او بخواهیم که به وعمد گندم رایگان یا لاغل ارزان بدهد. بروید و اخلاقتون بگویید که ما تقاضای ملاقات داریم. فقط همین؟ به برده ها تا زمانی که برده هستن گندم داده نمی شود. این را هم از سر لطف ما هدیه کردند. اگر آزاد شوند چه؟ در آن صورت حکومت مصر خود را موظف می داند تا نیاز ما را تأمین کند، چون از نیازمندان محسوب می شویم. به دنبال من بیایید همه. من میروم باغبان را صدا کنم. این هم مهر پوتیفار. کسی هم نمیتواند آن را انکار کند. بانو، ما که خواستار آزادی خود نبودیم. چه کسی آزادی خواست؟ ما فقط آنچه مامورین گفتن نقل کردیم. من نیازی به دلسوزی کسی ندارم. شما هم بیش از این عمر خود را در این غمکده هدر ندهید. بروید. از امروز آزادید. بگیرید. اینها سند آزادی شماست. هیچ کس نمیتواند متعرضتان شود و یا شما را از حقتان محروم کند. ولی ما نمیخواهیم شما را ترک کنیم. شما به گردن ما حق دارید. چگونه رهایتان کنیم؟ شما چاره‌ای جز این ندارید. اگر بمانید از گرسنگی خواهید مرد.
ولی شما تنها چگونه سر خواهید کرد؟ بانو، قحطی و گرسنگی شما را هم تهدید میکنم. دیگر چیزی برایتان نمونده. هنوز اشیای گرانبهای زیادی در قصر وجود دارد که می توانم با فروش آنها گندم تهیه کنم. مگر نه اینکه من نیز از ذخیره گندم سهمی دارم. بروید. امیدوارم زندگی تازه ای آغاز کنید. شما را به خدایان ما را بیرون نکنید بان. بروید و از رنج های قصر زلیخا نجات پیدا کنید. بانو، ما بندگان شماییم، چگونه خداوند کار خود را تنها بگذارید؟ فقط گهگاه از من یاد کنید. بانو، ما از کودکی در کنار شما بوده ایم، حال چگونه تنهایی را تحمل کنید؟ دلم برایتان تنگ می شود. بروید. بانو، ما به شما ما اینجا عادت کرده، به کجا برویم؟ مگر نشنیدید چه میگویم؟ بروید. بانو، کمی صبر کنید، خادمان خود را بیرون نکنید. بس است، بروید. بانو زلیخا، بانو ما اینجا را ترک کرده کجا برویم؟ چگونه شما را تنها بگذاریم؟ اینجا برای شما جایی نیست، بروید. من تنهایی را ترجیح میدهم. بیفایده است، بیفایده است. او ما را نمیپذیرند، نمیپذیرند. چه شده که این آنخماهو تقاضای ملاقات دارد؟ نکند مشکل گندم او را وادار به پذیرش شکست کرده؟ بیشک در این دو سال سیلوهای گندم معبد تهی شده است. من فکر میکنم بهتر است یوزارسیف نیز در اینجا حضور داشته باشد، وگرنه ما به تنهایی از عهده این آنخماهوی خبیث بر نمی آییم. یوزارسیف را به اینجا بخوان. Yeah.
پناه برم؟ کجا برم؟ من با این چشمان زهید چه خودم؟ یوسف، یوسف، چقدر میروبایی سنگ دل؟ من از تو نزد خدایت چه کاریت خواهم کرد؟ این چه به روزم آوردی؟ می ترسم کجا برم؟ به که برم رسم جمع پردی نیست، رسم عاشقی نیست. قربت و تنهایی تا کی؟ از سوی توی بیوفایی تا کی؟ چقدر ناله کنم؟ چقدر فراق تو را تحمل کنم؟ چشمانم دیگر نمی‌بینم. تا کی انتظار بکشم؟ اما تو مقصر نیستی، حال و روز من که خبر نداری. اگر خبر داشتی و بی توجه بودی مقصر بودی، اما تو چه میدانی؟ گمان میکنی زلیخای ثروتمند غرق در ناز و نعمت روز کار به شادی سپری میکنم، اصلا تو چرا باید از کسی یاد کنی که سالها تو را به زندان انداخت، شکنجه کردم؟ همین که مرا مجازات نمی کنی باید از تو سپاسگزار باشم. همه تهمت و خیانت و دسیسه که در حق تو کردم چه توقع بی جاییست که از تو انتظار جوان مردی و وفاداری دارم. امیدوارم در همه حال از گزند دشمنان آسیب روزگار در امان باشی. زلیخا نامید نمی شود، تا کنون را به هجران سپری کردم، از این پس را به انتظار طی خواهم کرد. به انتظار طی خواهم انتظار تی خواهم کرد. یوسف،
یوسف؟ چرا اینجا خوابیده اید؟ یک دست خوابم برد. باز هم پیرزن نیازمند را در خواب دیدم. اصلا برای شما آشنا نیست؟ چرا؟ احساس میکنم او را میشناسم، اما هرچه فکر میکنم نمیدانم کی یا کجا او را دیدم. نمیدانم چرا چهره اش را نمیبینم. نام تمام زنان فرتوت و نیازمند را به مامورین شمارشگر بدهید. شاید نامی آشنا در میان آنها باشد یا نشانی از او پیدا شود. اگر صلاح بود او را بشناسم حتما چهره اش را میدیدم. این ناشنا ماندن قطعا بی حکمت نیست. گویا آخماه و کاهنان میخواهند برای شکوه و شکایت نزد آخناتون بروم. بیشانم نمیخواهد تنها با آنان روبرو شود. من نیز باید حضور داشته باشم. حضور شما حتما ضروری است. آری، گمان میکنم مبارزه با بت‌پرستی وارد مرحله تازه‌ای شده. باید ذخیره گندم معبد تمام شده باشد. شما اینجا چه میکنید؟ مگر نگفته بودم بروید؟ نتوانستیم خانم رو تنها بگذاریم. شاید هویا و سوفر و باغبان دلبستگی چندانی به شما نداشته باشن، ولی من و تامان نمیتوانیم شما رو رها کنیم. یک بار گفتم بروید و اینجا تنهایم بگذارید. من نیازی به دلسوزی شما ندارم. بروید آزادید. فرمانروای مقتدر مصر جناب آمنهتپ. ها؟ چه شده آنخواه؟ یادی از ما کردی؟ اگر مجبورم نمی کردم مصده قاد شریف نمی شدم. می شنوم. چه کسی شما را مجبور کرده است؟ من به شکفه آمدم و از جناب یوزار سیف گله مندم. آیا ایشان حق دارند در قبال گندم از کاهنان معبد آمون وجهی دریافت کنند؟ چرا ندارم؟ گندم سرمایه این مردم و حاصل سالها تلاش آنان است. چرا باید آن را به رایگان به معبد آمون بدهم؟ گندم از آن مردم است، تفکیدی نیست. اما آمون هم متعلق به مردم است و کاهنان حافظان ایمان مردم. اگر دعای خیر کاهنان و معبد آمون نبود، آیا شما موفق به ذخیره سازی این همه گندم می شدید؟ ولی تا آنجا که ما خبر داریم، شما تمام سعی خود را به کار بستید تا مردم از همکاری با جناب یوزار سیف و تحویل گندم ها به سیلوها منصرف شد. اینها حقیقت ندارد، خلاف به عرض رسانده است. به وقتش به شما ثابت خواهیم کرد. اما سوال من این است،
حال که قصد فروش گندم به کاهنان این خادمان مردم را دارید، چرا به 3000 دبه؟ برای اینکه شما دارید و صاحب مکنت هستید. بهتر نیست قدری در صندوقچه های انباشته به سیم و زر خدای آمون باز شود؟ گنجینه عظیم خدایان نباید روزی به کار آید؟ با عرض پوزش، به نظر می رسد برای گنجینه های معبد آمون نقشه هایی کشیده شده. آیا کسی شما را مجبور به خرید گندم کرده؟ نه جناب یوزارسیف، به همین دلیل مجبور نیستیم گندم به بهای زیادی خریداری کنیم، در حالی که می توانیم از دیگران به نصف قیمت گندم بخریم. من با شما موافقم جناب آنخماهو، شما می توانید از هر کجا که مایل هستید گندم تهیه کنید، حتی می توانید از سرزمین های دیگر مایحتاج خود را تامین کنید. امیدوارم این اقدام ما را اخلال در امور حکومت تلقی نکنید. علی جناب، این کار اخلال در امور است. آنها با واردات گندم مانع پیروزی شما بر آمون خواهد شد. نگران نباشید، من از نزد خدای خود چیزهایی میدانم که این کاهنان نمیدانند. به زودی مجبور به خرید گندم از ما خواهند شد. من از آنجا که به سخنان جناب یوزارسیف اعتماد دارم با اقدامات معبد مخالفت نمی کنم. امیدوارم پیشبینی های جناب یوزارسیف درست از کار درآید. جهت اطمینان شما باید عرض کنم متاسفانه تمامی کشورهای همسایه ما دچار قحطی هستند. باخماهو و کاهنان از هیچ سرزمینی نمیتوانند گندم تهیه کنند. شما اطمینان داری؟ این خیلی خوب است، من این را نمیدانستم. برای شکست کاهنان خوب است، اما برای مردم آن کشورها اصلا خوب نیست. ما قحطی را پیش بینی کردیم، حال آنها نکردند و به زحمت خواهند افتاد. مردم کنعان با قحطی چه میکنند؟ خداوند به آنان رحم کند. یهودا، ببین این گندم 10 خوشه است. این گندم قابل برداشت نیست. بنیامین، به پدر بگو گندم ها همه این گونه، درو کنین یا به حال خود بگذارین. نظرش رو بسیار خوب، منتظر باشید. ما پیرو دین حنیف ابراهیم هستیم و کتاب ما صحف است. پدر بزرگ حضرت ابراهیم که بود؟ پدر بزرگ من بود، یکی از پیامبران خداوند بود. ایشان اولین کسی بود که به کنعان آمد. پدر بزرگ، قبل از ما هم کسی در کنعان زندگی میکرد؟ یا اولین کسانی که در کنعان زندگی کردن ما هستیم؟ نه فرزندم، قبل از ما هم کنعان بوده است و کسانی در اینجا زندگی میکردند. پدر بزرگ، چرا به ما بنی اسرائیل میگویند؟ اهالی قدیم کنعان به شما بنی اسرائیل میگویند، چون شما نوادگان و فرزندان من هستید. نام دیگر من اسرائیل است. پس شما و پدرانتان همه فرزندان اسرائیل هستید. درود بر نبی خدا.
چه شده بنیامین؟ پدر، گندم امسال این گونه است. آن را درو کنیم یا نه؟ اگرچه محصول ناچیزی است و تلاش زیادی می‌طلبد، اما چاره چیست؟ سالهای سختی در پیش است. گندم ها را درو کنید و تا می توانید ذخیره نمایید و در مصرف آن هم صرفه‌جو باشید، وگرنه قحطی قربانی زیادی از ما خواهد گرفت. سعی خود را خواهیم کرد، از خوشه های تکیده هم نخواهیم گذشت. اگر گندم برای ما نداشته باشد، کاه برای چارپاین همان که دارد. درو کنید، درو کنید، همین هم غنیمت است. بسیار خوب پدر. سی سال است که خیر و برکت از زندگی فرزندانم بیرون رفته. از زمانی که برادرشان گم شد، هر چه تلاش میکنند باز هم به نان شب محتاجند. خب فرزندانم، چه میگفتیم؟ گندم کجا؟ جز یوزارسیف در مصر کسی گندم ندارد. او همه گندم های مصر را با خوشه در سیلو بلعیده. این را میدانی؟ منظور ما بیرون از مصر است، در ممالک همسایه. من از کرت و هیتانی خبر دارم، آن ممالک را هم قحطی فراموند. سراغ ممالک دیگر را بگیر، شاید بتوان از آنجا گندم وارد کرد. علت ورودتان به شهر چیست؟ ما در زادگاه خود دچار قحطی شده ایم. گفتن در مصر قله هست، آمده ایم اگر ممکن است ما را یاری کنید. شما باید از خابری ها باشید. آری همینطور است. همینجا بایستید تا من کسب تکلیف کنم. همینجا بمانن تا من بازگردم. تا کنون صاحبان 400 برده در کبس برای خلاصی از مخارج سنگین قحطی برده های خود را آزاد کردند. این برده ها جز نیازمندان محسوب می شوند و باید گندم رایگان دریافت کنند. چرا گندم رایگان بدهید؟ چرا این برده ها را به کار نمی گیرید؟ شما برای تقسیم گندم و اداره سیلو و مراقبت و نگهبانی به کارگران زیادی نیازمندید. در قبال کار به آنها گندم بدهید. آفرین آسنات، پیشنهاد بسیار به جایی بود. من باید از جناب آخناتون و بانو نفرتیتی سپاسگزار باشم که همسریشون تو برایم برگزیدند. به این ترتیب ما کمبود نیروهای کارمان را با این برده ها برطرف میکنیم. درود بر یوزارسیف فرزانه و حکیم. درود خداوند بر تو باد. آری جناب، من از دروازه شرقی شهر آمدم، اتباع یکی از سرزمین‌های مجاور که گویا از خابیریا هستند برای خرید گندم آمدند. با آنها چه کنیم؟ باید توجه کنید که حتما قحطی زده باشند. به اهالی دیگر سرزمین‌ها گندم ندهید. اسامی سرزمین‌های قحطی زده را به همه ابلاغ خواهید کرد.
برای ممانعت از سودجویی به هر کس گندم یک ماه یعنی 10 کیل بیشتر ندهید. قیمت را هم به زمان فراوانی محاسبه کنید. نام و نشان دیارشان را ثبت کنید تا در ماه بیش از یک بار گندم نگیرند. بارهایشان را نیز بگردید که با خود سلاح و ابزار جنگی به همراه نداشته باشند. این دستورات و لیست سرزمین های قحطی زده است. شما چیزی بگویید بانو. اینها کمر به نابودی معبد بستند. حتی از دادن گندم هم مضایقه میکنند. از من چه کاری ساخته است؟ آنها مدت هاست مانع ورود من به قصر شده اند. در حضور من سخن نمیگویند و مرا اجیر شده و از عوامل معبد میدانند. اگر به اندازه چند ماه گندم معبد تأمین میشد، ما با محصول سال بعد معبد را بی نیاز می کرد. مطمئن باشید تا 5 سال دیگر باران نمی بارد و از گندم خبری نخواهد بود. نمی دانم چرا همه پیشگویی های یوزارسیف تحقق می یابد. ما همیشه امیدمان به شما بودمان. در قصر آخناتون آمنهوتپ شنیدی؟ آمنهوتپ فرزند من است و همیشه او را به این نام خواهم خواند و هرگز آن نام مسخره را به زبان نخواهم آورد. بسیار خوب، بسیار خوب. آمنهوتپ، در قصر آمنهوتپ همیشه شما پشتیبان ما بودید بانو. شما نباید خادمین آمون را فراموش کنید. یک بار دیگر نزد جناب آخر روزش میطلبم. نزد جناب آمنهوتپ بروید، شاید گندم مورد نیاز معبد را تأمین کنند. بسیار خوب، سعی خود را خواهند کرد. از خشم خدایان بترس، از خشم آمون بترس. آمنهوتپ، اگر آمون نفرین کند، تو و سیلوهایت همه خاکستر می شوید. یوزارسیف تو را فریب داده، همه ما را فریب داده. رهایم کنید. امیدوارم این کاخ ویران شود و تو و یوزارسیف نابود گردید. رهایم کنید احمقها، رهایم کنید. بیش از این آمون را به خشم نیاور. مانوتی بسیار خشمگین است. حتما از جانب معبد خبرهای ناگواری شنیده است. همینطور است. خبرها از ناکامی کاهنان است. گفته بودم که آنها موفق به تهیه گندم نخواهند شد. هرگاه که در ایمانم نسبت به شما دچار تردید می شوم، با دیدن گوشه ای از قدرت شما و خداوند یکتا، باز هم یقین جای تردید را می گیرد. من تردید ندارم که شما با خدای یکتا سر و سر دارید. ما تا کنون چندین بار شاهد شکست آمون در برابر خداوند یکتا بودیم و بیشک شکست آن خماهو و تسلیم او در برابر خرید گندم مقدمه شکست نهایی است. آرزوی من این است که یکتا پرستی را دین رسمی مصر اعلام کنم و بساط شرک و بت پرستی را برچینم. من به شما اطمینان میدهم آن روز دیر نیست. فقط کمی تحمل کنید تا سکه های معبد آمون کمتر شود و شناخت مردم به معایب خدایان بیشتر. یعنی میرسد آن روز که اقتدار چند هزار ساله آمون، خدای زورگو و دروغین، به پایان برسد. اراده خداوند بر این قرار گرفته که یکتا پرستی بر شرک و بت پرستی نصرت یابد و این وعده خداوند به زودی محقق خواهد شد. تنها نگرانی من از جانب بانوتی می باشد. ایشان می توانند کاهنان را علیه حکومت شما و اهداف ما تحریک کنند.
اگر خطر بانوتی تا این حد جدیست میتوانیم او را به حبس بیندازیم. نه جناب فرمانروا، همانقدر که در خانه خود تحت الحفظ باشم تا نتوانند با مخالفین ما تماس بگیرند کافیست. بسیار خوب، به حرم حب بگویید بیاید. مادر من بانوتی از امروز تحت نظر است. کاهنان حق ارتباط با او را ندارند. هر وقت ارادی کرد او را نزد من بیاورید. اما هیچ کس حق ورود و خروج به قصر او را ندارد. از تجار ممالک دیگر سوال کردیم، امکان وارد کردن گندم وجود ندارد. آنها گفتند کشورهای همسایه هم قحطی شده. در داخلم گندمی وجود ندارد. اگه کسی ذخیره ای هم کرده در طول این دو سال اون را سر کرده است. چاره نیست، نمیتوانیم هزاران نفر از خادمان معبد هامون را از گرسنگی بکشیم. باید به حاج گندم را بپرداخت. ولی قربان، همه قدرت معبد به این گنجینه هاست. همه قدرت معبد به خادمان و حامیان. ما نمیتوانیم اونها را گرسنه نگه داریم. اکنون بهای گندم از زرهای معبد خیلی بیشتر است. به اجبار باید بخشی از گنجینه معبد را نادیده بگیریم. بروید جعبه ای از خزانه را بردارید و به همراه چند نگهبان برای خرید گندم به سیروهای طفل بروید. بدون گندم باز نکردید. میبینید ما در مقابل هزار سیخ مجبور به پذیرفتن شکست هستیم. اما من به موقع کار اخلاقم و هزار سیخ را یک سر خواهم کرد. این یوزار سیف را نابود کنند. امیدوارم به نفرین آمون دوچار شود. این گنجین موجب عظمت آمون و اقتدار معبد است. امیدوارم آتش خشم خدایان بر یوزار سیف و ارباب شخنتون نازل شود. یکی دوکی سکی چهار کیل پنج کیل مرده بودی؟ ده کیل نفر بعد امیدوارم این سکه ها آتش شود. شما و سیلوهایتان را یک جا بسوزان. میبینم دل کندن از این سکه ها انگونه که درون شما را با آتش می کشد. ما را نمی سوزاند. این سکه ها 3000 دبن است. آری برای معبد 1000 کل. نفر بعد برای دیگران هر کیل 1 دبن. برای ما می بینید اینها هدایا و نذورات ماست. آری ما نثار خدایان میکردیم، اینا نثار خود میکنن. مردم از گرسنگی شکمشان به پشتشان چسبیده است. این پارو انقدر خوردن که پیش پایشان رو نمید. بخورین و پروار شدین کاینان جی. شدشان راحت میشدین. به نام محبت میگینن خودشان میکنن. آه نفر بعد مونزه که مواظب باشید چیزی به هدر نرود. برای که بردیم سریع تر بردیم.
بچم. چرا موجب آزار مردم میشنی؟ من کسا خیانه بری بری که دیگر بازی کنی. زلیخا شما هستی؟ تو کی هستی؟ چطور مرا نمیشناسی؟ من از خدمتکاران قصر بودم. زمانی که شما همه را آزاد کردی، من برای خود تشکیل خانواده دادم. در حقیقت هنوز خدمتکار شما هستم. خوشحالم که سامان یافتی. بیایید بانو، به خانه من بیایید، همینجاست. نه نه، باید بروم. کجا؟ راه قصر از این طرف نیست. کسی گفته که یوزارسیف قصد رفتن به منفیس را دارد. به سمت دروازه سوریه می روم. چون آب نیل کم است، یوزارسیف از طریق سوریه به منفیس می رود. می خواهم او را ببینم. این را از که شنیده اید؟ آشنا گفت حتما بیگانه قصد آزار شما را داشته. بانو، یکی از همین جوانهای کوچه و بازار بود. حتما شما هم مژدگانی خوبی به او دادید. به کسی که مژده یوزارسیف را میدهد مژدگانی نباید داد، حتی اگر این خبر دروغ باشد. اگر حقیقت باشد او را در وعدگاه ببینم چه؟ ولی بانو، شما چشمهایتو خوب نمیبیند، چگونه میخواهید یوزارسیف را ببینید؟ هنوز چشمانم کورسوی دارم. من برای دیدن یوزارسیف به چشم سر نیاز ندارم، کافیست فقط بوی او را استشمام کنم. او همیشه در کنار من هست، همیشه در پشت چشمان بسته من حاضر میشود. من لحظه بدون یوزارسیف زندگی نکردم، اگر جز این بود تا به حال مرده بودم. بیچاره زلیخا، زمانی عشق و تنها عوض بود، ولی به راستی او دیگر شیدا شده. شده است لالی جناب، به دنبال کس رو میگردی؟ شنیدم کسی مرا به نام یوسف صدا کرد، حالان که همه مرا به نام مصری هم میشناسند. دنبال کسی میگردی؟ یک صدای زنانه که با التماس و همه ی وجود مرا یوسف صدا میکرد. گویی صدای آشنا بود. ببینید صاحب صدا را پیدا میکنم. جستجو بیفایده است. در میان این همه مردم مشتاق یافتن یک نفر، آن هم از روی صدا، غیر ممکن است. ما فرزند پباتما. یا
شما هم آزاد شدید. شما می توانید برای یک ماه گندم رایگان دریافت کنید. دکل نفر بعد. تیامنی هستم، فرزند بینگی. این هم سند آزادی تو. شما میتونید برای یک مور گندم دریافت کنید. نکن نفر بعد. این هم بیسکل. برو. چرا نمیتوانم او را فراموش کنم؟ برای اینکه او را دوست داری. زلیخا را بیشتر بلحوثی های او مرا خشمگین میکرد، اما اینک نیز من هم او را دوست دارم. او خیلی مظلوم شده. چه میکنی؟ نمیدانم. ما که قصد برگشتن به اینجا را نداشتیم. گرم سخن گفتن شدیم و ناخودآگاه سر از اینجا درآوردیم. اگر اینک بانو زلیخا ما را ببیند میگوید باز که اینان آمدند. موافقی مقداری گندم را بانو بدهیم؟ آری موافقم، چون میدانم که بانو هیچگاه برای گرفتن گندم نخواهد رفت. می ترسم عاقبت از گرسنگی بمیرم. برویم. یعنی بانو زلیخا کجا رفته است؟ نمیدانم. بانو، بانو زلیخا، بانو، بانو، بانو زلیخا، بانو، 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 بانو زلیخا، بانو، کجایی بانو؟ بانو، بانو زلیخا، بانو، یادم آمد. تاما، میدانم کجاست. میادگاه همیشگی اینک باز میگردد. بیا کمی گندم دست داز کرده خمیر درست کنیم.